سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از نمایشگاه آثار کرول بوه اجرا میکنم. در تماشای این هفته تأمل در مورد تاریخ معاصر لبنان و پیچیدگی تصاویر و روایات در آثار ربیع امروه، هنرمند برجسته معاصر. انسان ناندرتال، قدیمی ترین نقاش جهان. روسپیان، نمایشگران سیرک و تراجنسی ها. حاشیه نشینان جامعه شیلی در عکس های پاز ارازوریز. کرول بوه هنرمند سوئیسی ساکن نیویورک که مجسمه های بزرگ کلاژ گونه‌اش شهرت زیادی داره. بوه توی مجموعه جدیدش لاشه‌های حاضر آماده رو با فرمای رنگی صیقل خورده و به دقت پرداخت شده فلزی ترکیب کرده. استوانه‌های له شده و خم شده ای که سطح مقطع مربع شکل دارن و به خاطر رنگ‌های زنده و درخشانشون خشونت ماده کار اصلیشون یعنی فولاد رو ندارن. کرول بوه یکی از معدود هنرمندای زنیه که بر انحصار مردانه مجسمه سازی صنعتی که در کار هنرمندایی مثل ریچارد سرا و آنتونی کارو میبینیم چیره شده. کارهای او اگرچه هندسه ای ناشنا رو به نمایش میذارن، اما گاهی فرمهای بدن انسان رو هم به یادمون میاره. در برنامه این هفته ربیع امروه یکی از جذابترین هنرمندان معاصر لبنان رو معرفی میکنیم. هنرمندی که به نسلی تعلق داره که جنگ‌های داخلی لبنان رو پشت سر گذروندن. امروه در کارش از آمیزه از تجربیات شخصی به همراه متریال آرشیوی مثل فیلم، عکس و سند استفاده میکنه تا مدام روایت‌های تاریخی پذیرفته شده رو زیر سوال ببره. اخیراً که او برای اجرای چند تا از کاراش در لندن بود، فرصتی فراهم شد تا تماشا با او گفتگو کنه. نه، نمیتونم خودم معرفی کنم. به دوربین نگاه کنم یا اونجا رو نگاه کنم؟ برام سخت خودم معرفی کنم و درباره خودم بگم. باشه، یه بار دیگه تکرار کنیم. ربیع امروه بازیگر، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و هنرمند تجسمی لبنانیه. او زمان جنگ داخلی در دانشگاه لبنان تئاتر خوند. امروه جز موج نوی هنرمندان مستقل لبنانیه که بعد از جنگ داخلی شکل گرفتند. کار او کنکاش در عواقب روانی و تأثیرات بصری جنگه. بالاول كنت متوتر. لما قوست اول الرصاصه سمعت صرخه مدام جوبيت. لاني عرفت انه صدق. اول رصاصه اجت بجلادس صفته بالغلط. كانت ضارة من مكتب عيسى صبتة وما نذكر كم رصاصة صبتة بس لما صبتة صادمة صدمه كتير كبيرة لأنه هي ما كان لها علاقة بالموضوع. او مثل بیشتر هنرمندای مستقل در شروع کارش اجراهاش رو با هزینه بسیار کم تهیه می‌کرد. امروه از تأثیر گرفتن از الگوی سینمای ایران در خلق اثر هنری با بودجه کم میگه. I can tell you about the Iranian experience in films like from من میتونم درباره تجربه سینماگران ایرانی بگم، مثلا کیارستمی یا مخمل باف. اونا به ما یاد دادن چطوری میتونی فیلم با بودجه کم بسازی. وقتی به فیلماشون نگاه میکنی میبینی خیلی ساده‌ن، احساس میکنی خیلی بهشون نزدیک هستی، به خودت میگی منم میتونم این کارو بکنم. اما واقعیت اینه که کارهایی که اونا میکنن اصلا آسون نیست. اونا فوق‌العاده‌ن، اما به لحاظ تولید کار احساس میکنی تو هم میتونی این کار رو بکنی. همه میتونیم این کار رو بکنیم. چرا باید سالهای زیاد منتظر بودجه بزرگ باشیم که فقط بتونیم یه فیلم بسازیم؟
wait for many, many years to in order to do one film. ربی امروه سبک ویژه خودش رو در تئاتر، اجرا و ویدیو چند رسانه‌ای به وجود آورده. Is it possible that a very small minor employee could steal all these billions by his own without any help? A story for you to reflect upon. For you. Dear Yamut, Becky Kumbaden, laissez un message. Please leave a message. نمایش صفحه 33 دور و چند ثانیه به سفارش جشنواره تئاتر آوینیون فرانسه اجرا شد و در اون امروه قواعد کلاسیک تئاتر رو به چالش کشید. This work, it was like much more radical. این کار از لحاظ فرمی خیلی رادیکال بود، چون هیچ بازیگری به طور فیزیکی روی صحنه حضور نداره. نه بازیگری بین تماشاگراست نه روی صحنه، فقط دستگاه هستن که روی صحنه کار میکنن و تماشاگرا اجرای تئاتر رو دنبال میکنن. این کار تئاتره و چیدمان نیست. تماشاگران در ساعتی مشخص میان و اجرا رو نگاه میکنن، مثل تمام آدمایی که میرن تئاتر میبینن. داستان اجرا درباره مرد جوونیه که خودکشی کرده. داستان درباره تکنولوژی های جدید و سیاست امروزه. اتاق مرد جوانی رو روی صحنه میبینیم که همه چیز توی اون زنده است، اما خودش زنده نیست. تمام دوستاش هنوز دارن باش گپ میزنن، روی صفحه فیسبوکش کامنت میذارن، با اینکه میدونن که فوت کرده. Still commenting, even they know that he's dead. The internet is there to show things, to convey the opinions of the Lebanese youth. They don't want our voices to be heard. امروز دائما به دنبال پیدا کردن روابطی نو بین تمام عناصر و زبانهای هنری تئاتر. او تعریف‌های سنتی تئاتر، ارتباط بین فضا و فرم در اجرا و چگونگی درگیری بازیگر با مخاطب رو زیر سوال می‌بره. You have to rework the definition of theater. What is theater? باید تعریف تئاتر رو دائما بروز کنیم. مثلا پیتر بروک در کتاب فضای خالی میگه در تئاتر فقط کافیه یه فضای خالی داشته باشی و یه نفر از اون فضای خالی عبور کنه و یه مخاطبم وجود داشته باشه که به این اجرا نگاه میکنه. همینطوری تئاتر به وجود میاد. یا تعریف دیگه ای از گروتوفسکیه. وقتی از اون میپرسن آیا میشه تئاتر بدون صحنه باشه، بدون نورپردازی باشه، بدون طراحی صحنه باشه، بدون این باشه، بدون اون باشه، و همه رو گروتوفسکی جواب میده که بله، میتونه باشه. اما وقتی از اون میپرسن تئاتر میتونه بدون بازیگر باشه، جواب میده نه، تئاتر نمیتونه بدون بازیگر باشه. اما امروزه با تمام تکنولوژی های جدید ما میتونیم بگیم بله، دیگه میتونیم تئاتر بدون بازیگر داشته باشیم. Yes, now we can do theater without actors. Yeah, it's me again. I just wanted to tell you that I met with our friends today. We went to the sea, talked for a long time. We tried to find an ending. We patted each other on the back. یکی از شیوه های رایج مورد استفاده او سخنرانی هایی که با اجرای هنرمند همراه میشن و همینطور سخنرانی هایی که به اونها غیر آکادمیک میگه. مجموع اجراهایی که به اونها سخنرانی های غیر آکادمیک میگم رو از سال 2004 شروع کردم. این سخنرانی ها به نوعی درباره نقش رسانه ها در تصویر کردن مرگ هن. در نوار ویدیو سال 1985 جمال ساتی عضو حزب کمونیست لبنان پیام شهادتش رو روی کاست ویدئویی ضبط کرد. این فیلم از جمال ساتی چند ساعت قبل از انجام عملیات انتحاری بر ضد سربازان اسرائیلی ضبط شد که اون موقع داشتن جنوب لبنان رو اشغال می‌کردن. کار امروه درباره سیاست، مسئله بازنمایی، زندگی شخصی و جستجوی واقعیته. امروه از اسناد، فیلم، عکس و اشیا برای بازسازی رخدادهای مختلف استفاده میکنه. او از حافظه جمعی و فراموشی جمعی استفاده میکنه و از طریق اسناد ساختگی و بازی با واقعیت قدرت تاریخی بایگانی رو زیر سوال میبره. برخی به این نوع تئاتر و سخنرانی های او شبه مستند میگن. کاملا اتفاقی یکی از دوستانم فیلم های تدوین نشده جمال ساتی رو پیدا کرد. در این کاست جمال ساتی شهادت خود رو 4 بار جلوی دوربین تکرار میکنه. این برداشت 1.
برداشت دو. برداشت سه. و برداشت چهار. ممکنه بگیم که تکرار فیلم برداری ساتی از خودش فقط تلاشی بوده برای پیدا کردن بهترین صحنه از خودش. او میخواسته بهترین خاطره رو قبل از مرگ از خودش به وجود بیاره و ساتی مثل هر بازیگر فیلم صحنه‌های مختلفی رو از خودش ضبط میکنه تا بهترین رو انتخاب کنه. اما چرا جمال ساتی سعی میکنه که بازی کنه؟ چرا کسی که قرار خودش رو بکشه باید این کار رو بکنه؟ I think that communism they don't believe in life after death. فکر میکنم کمونیست ها به زندگی بعد از مرگ اعتقادی ندارن. در نتیجه متوجه نمیشم چرا عملیات انتحاری انجام میدن. داستان من درباره سوء استفاده ابزاری رهبران این ایدئولوژی ها از نیروهای خودشونه. به خصوص جوان ها که به اونها فشار میارن که برن خودشون رو بکشن. To go and kill themselves. The young man Sati begins by introducing himself. این مرد جوان خودش رو به عنوان شهید معرفی میکنه و نه به عنوان کسی که قرار شهید بشه. میگه من شهید جمال ساتی هستم. در فضایی که برای ما آشنا نیست. او خودش رو به عنوان شهید معرفی میکنه اما در واقعیت شهادتش هنوز اتفاق نیفتاده. و در زمانی بعد از ضبط این فیلم اتفاق میفته. بنابراین او از لحظه فیلم برداری تا زمان مرگ واقعیش هنوز زنده است و شهید نشده. در نتیجه عمل شهادت برای این مرد جوان از زمانی شروع میشه که او مرگ خودش رو جلوی دوربین اعلام میکنه. برای همین انقدر طبیعی به نظر میرسه. وقتی که خودش رو شهید جمال ساتی معرفی میکنه و نه اینکه من جمال ساتی هستم که قراره به زودی شهید بشم. I am Jamal Sati soon to be martyr. Those who send their young to go and kill themselves they are killers. به نظر من کسایی که این جوونا رو میفرستن که برن خودشون رو بکشن اونا قاتل هستن. اگه واقعا به این ایده اعتقاد دارن چرا خودشون نمیرن عملیات انجام بدن و خودشون رو بکشن؟ چرا فقط جوونا رو برای کشته شدن میفرستن؟ مثل کاری که امروز حزب الله لبنان انجام میده و جوونا رو میفرسته به سوریه که کشته بشن برای رژیم قاتل بشار اسد. چطوری این کارو میکنن؟ این کار جرمه. So chapter 2 will be about فصل دوم درباره این پسترهای خیابونیه. اینها عکس‌های شهدای حزب الله هستند که کشته شدند هنگامی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و این سربازا داشتن می‌جنگیدند تا ارتش اسرائیل رو به عقب بفرستند. هر شهید یا مجاهد یک عکس داره و تمام عکس‌ها از لحاظ گرافیکی شبیه به هم هستند. بازنمایی رسانه‌ای مرگ و زندگی پس از مرگ موضوع اصلی بسیاری از اجراهای امرو است. او سیاست‌های تصویری رو که ساختارهای قدرت به شهروندان تحمیل می‌کند، واژگون می‌کنه. کار من خیلی درگیر روایت و واقعیت درباره مستندا و واقعیت‌های ساختگی و مدارک ساختگیه. کار من مفهوم مستند رو زیر سوال می‌بره و به این می‌پردازه که چه کسی تصمیم می‌گیره که این مدرک سند محسوب میشه و اون یکی مدرک سند نیست. چه کسی به مدارک ارزش بایگانی شدن میده؟ تمام اینا سوالاتی هستن که درگیرشون هستن. The strange thing about the photo is the body of each martyr. یک چیز عجیب درباره این عکس‌ها بدن شهید هاست. متوجه شدم که در همه عکس‌ها فقط از یک بدن استفاده می‌کنند. وقتی با دقت به پوستر نگاه می‌کنیم می‌بینیم بدن سرباز درون پوستر متعلق به اون چهره نیست و یک تن ناشناخته است. در نتیجه به نظر میرسه طراحان پوستر حزب الله بدن یک نفر را که خودشون دوست داشتن طراحی و آماده کردند که چهره هر شهید رو بتونن روی اون بگذارند. یک پوستر برای همه، یک پوستر برای هر شهید. به نظر شما صاحبان عکس ها درباره این بدن چی فکر میکنن؟ آیا خوشحالن یا غمگین؟ همسر این شهدا چی میگن وقتی شوهرهاشون رو با بدن جدید میبینن؟ This is a photo. این یک عکس از خودمه. الان صورت خودم رو در میارم و اینجا میگذارم. و بدنم دیگه نیازی به اون نیست. برخی منتقدها کار امروه رو ترکیبی آوانگارد از مفهوم‌های پیچیده سیاسی میدونن که در قالبی از طنز ساده ارائه میشه. تا
طنزی که تلخ‌ترین واقعیت‌های تحمیل شده به زندگی جهان سومی رو مطرح می‌کنه. تا به حال تصور می‌شد که قدیمی‌ترین نقاشی‌هایی که از انسان در غارهای اسپانیا به جا مونده مال دوره پارینه سنگیه و چیزی حدود 10,000 تا 40,000 سال قدمت داره. اما آزمایش‌های اخیر باستانشناسا نشون میده که قدمت این نقاشی‌ها هزاران هزار سال بیشتره. در قرن 19 در غارهایی در فرانسه و اسپانیا دیوارنگاره‌هایی کشف شدند که به نظر می‌رسید به دوره پیشا تاریخی نوع بشر تعلق دارند. طرح‌های ساده و رنگی از حیوانات با جزئیاتی شگفت‌آور. طرح‌های ساده و تک رنگ که در عین حال قوی و زنده بودند. این طرح‌ها در دل غارها پنهانند و این نشون میده که نه از روی مدل زنده که بر اساس خاطره ترسیم شدند. طرح‌های دیگه هم هستند که از اشکالی ساده یا یک مجموعه نقطه تشکیل شدند. یا این یکی که طرح یک دست انسانی رو نشون میده. هدف از خلق این تصاویر معلوم نیست، اما تصور بر این بوده که 20,000 سال قدمت داشته باشند. یعنی در زمانی خلق شده باشند که شمال اروپا منطقه پوشیده از یخ و غیر قابل سکونت بوده. قدمت بعضی دیوارنگاره‌های غار ال کاستیلو اسپانیا رو 37,000 سال تخمین زده بودند. یعنی زمانی که انسان دوره پارینه سنگی به اروپا رسیده بود. اما پژوهشگرای دانشگاه ساوثهمپتون اخیراً کشف کردند که بعضی از این طرح‌ها خیلی قدیمی‌ترن. معروفه که میگن اولین برخورد خیلی تعیین کننده است. 150 ساله که انسان ناندرتال چوب همین بد معرفی شدن اولیش رو میخوره. از زمان کشف فسیل‌های ناندرتالا تو قرن 19 تا حالا در مجموع نگاه به اونها مثبت نبوده. در واقع اسم اولیه ناندرتالا هومو استوپیدوس یا انسان احمق بوده. انسان میمونواری که نه چارچوب فکری داره و نمیتونه نماد بسازه. اون چه میبینیم مدارکیه که نشون میده ناندرتالا نقاشی میکردن. فقط رنگ روی دیوار غار نمیمالیدن، بلکه طرحاشون وجه نمادین داشته و چیز رو بازنمایی میکرده. تصویرهایی که اینجا میبینید از اجزای مختلفی تشکیل شده. میتونید خطوط قرمز رو ببینید که یک چهار ضلعی رو تشکیل میدن. توی این چهار ضلعی طرح یه حیوان رو میبینید. این نیمه پایینی بدن حیوانه که معلوم نیست دقیقاً چیه. و اینجا طرح محو نیمتنه بالایی حیوان رو میبینیم. دستا، پاها و گوشاش رو. بالای این مربع یه عالمه نقطه سرخ هست. هیچ کس نمیدونه معنای این طرح‌ها چیه، اما میدونیم که کار انسان‌هایی که در این غار بودن. سوال اصلی اینه که این طرح‌ها چقدر قدمت داره و کی کشیده شده. معمولاً باستانشناسا برای تعیین قدمت آثار از آزمایش کربن استفاده می‌کنن که عمر زغالی رو که برای طراحی ازش استفاده شده تخمین می‌زنه. اما انجام این آزمایش روی این دیوارنگاره‌ها ممکن نیست. برای همین هم ما به جاش تمرکزمون رو روی این رگه‌های رسوب سفیدی که بعدها روی نقاشی‌ها تشکیل شدن می‌ذاریم. از جنس کربنات کلسیم و رسوبات باقی مانده آب‌هایی که از دیواره غارها نشت کردند و سنگ آهک بلوری تشکیل دادند. از اونجا که رسوب‌ها روی نقاشی‌ها هستند، معلومه که قدمت نقاشی‌ها بیشتره. الان چند دهه است که برای تخمین عمر کربنات کلسیم از آزمایش اورانیوم استفاده میشه، به خصوص در تعیین عمر لایه‌ها در زمین‌شناسی. پیشرفت‌های ربع قرن اخیر در این حوزه باعث شده که بتونیم روی ذرات بسیار ریز هم مثل رسوبات روی این دیوارنگاره‌ها این آزمایش رو انجام بدیم. کشف هیجان انگیز اینه که معلوم شده این دیوارنگاره‌ها دست کم 64,000 سال قدمت دارن. 64,000 سال پیش اینجا در اسپانیا فقط یه گونه انسانی حضور داشته و اون ناندرتال‌ها بودن. انسان نوین یعنی انسان‌های مثل ما تازه 40,000 سال پیش وارد اسپانیا شدند. بنابراین این خطوط سرخ رو که زیر این رسوب سفید رنگن حتما ناندرتالا کشیدن. ما
این واقعیت که نمونه‌های مشابهی از این دیوارنگاره‌ها در سه قاره مختلف در شمال، مرکز و جنوب اسپانیا موجودن و همه حدود 65,000 سال قدمت دارن، به ما نشون میده که کشیدن این دیوارنگاره‌ها بخشی از فرهنگ و آیین نمادین ناندرتال‌ها بوده. اونها در مورد مکان این دیوارنگاره‌ها فکر کردن. این آثار در عمق غارها بسیار جلوتر از مکان معمول زندگی انسان‌ها خلق شدند. از نظر من کشفیات اخیر پایانیه بر بحث‌های معمول در مورد ناندرتال‌ها. اونها بخشی از خانواده انسانی و از اجداد ما هستند و توانایی‌های ذهنی و هوشیشون رو نمیشه نادیده گرفت. اونها فقط گونه متفاوتی از بشر بودن که از بین رفته. تحقیق در مورد تبارشناسی، استخونبندی و ژن‌های اونا به ما درس‌های زیادی در مورد سرگذشت کل نوع بشر میده. در گزارش بعدی به سراغ عکاس زنی میریم که در طول یکی از سیاه‌ترین دوره‌های دیکتاتوری شیلی، یعنی زمان حکومت پینوشه، تصاویری به یاد ماندنی از حاشیه‌نشینان این جامعه ترسیم کرده. روسپیا، نمایشگرای سیرک و تراجنسی‌ها. این عکاس زن که کسی نیست جز پاز ارازوریز درباره کارش میگه: آدما معمولاً نمیخوان حاشیه‌نشینا رو ببینن. هدف من این بوده که مردمو تشویق کنم چشاشون رو باز کنن و نگاه کنن. پس عکاس منحصر به فردیه. یکی از دلایلش هم اینه که عکاسی خودآموخته است. عکاسی که با چشمی تیزبین به بخش‌هایی از جامعه نظر می‌کنه که دیگران به اون توجهی ندارن. قبل از کودتا در شیلی دولتی سوسیالیست به رهبری سالوادور آلنده سر کار بود و آلنده به دایره فرهنگی هنری شیلی نزدیک بود. رویای آلنده این بود که جایگاهی مشخص و ثابت برای هنرمندان در جامعه تعریف کنه. اما این رویا با رخ دادن کودتای ناگهانی که به رفتن بعضی خانواده ها، بسته شدن موزه ها، توقیف روزنامه ها و ممنوعیت هر نوع کار فرهنگی و تفریحی منجر شد از بین رفت. دوران بعد از کودتا دوران تلخ و خشنی بود و در این شرایط کاری که پس انجام میداد کار خطرناکی بود. اگر می گرفتنش حتما اونو به کمپ شکنجه می بردن. این حدود سالهای 1982 تا 1984 بود. گروه ها و اجتماعات مثلا یه سیرک یا حتی یه خانواده از نظر رژیم برانداز بود. بنابراین هیچ کس به دیگری اعتماد نداشت. او عکس‌های زیادی از سیرک گرفته و برای این کار معمولاً اول با یکی از اعضای گروه دوست می‌شد. کم کم هرچه عمر این دوستی بیشتر می‌شد، به طور طبیعی وارد زندگی گروه می‌شد. پس هنرمندیه که نگاه منحصر به فرد و جالبی داره. او نگاهی مثبت داره و در عکس‌هاش نشون میده که روح انسان بر مصائب غالب میشه. در عکس‌های او دردی که بیشتر مردم به او مبتلا بودن رو نمی‌بینیم، بلکه می‌بینیم که چطور این آدم‌ها با روحیه قوی در اجتماعاتشون به فعالیت‌های روزانه و زندگی مشغولن و به این ترتیب راه زندگی دلسوزانه و کمک به دیگران در جامعه رو به ما نشون میده. اون به اون روی تاریخ شیلی نظر داره که مملو از انسانیته، رویی که ما رو همراه می‌کنه و در کنار هم نگه می‌داره. یکی از مجموعه‌های پس عکس‌هایی که اعضای سیرک و بچه‌هاشون رو در محیطی راحت و خودمونی نشون میده. در این مجموعه عکسی از اجرای سیرک نیست، بلکه لحظه‌ها و فضاهای قبل و بعد از اجرا در تصویر ثبت شده.
عکس‌های او عکس‌های خبری نیست که گویای وحشت و تلخی دوران باشه. پس ترجیح میده به جای اینکه به کارزار وسط صحنه نگاه کنه، نگاهش رو به حاشیه معطوف کنه و لحظه‌های خصوصی و صمیمی زندگی روزمره رو ثبت کنه. به نظر من کاری که پس ارازوریس انجام میده اینه که مردم حاشیه‌های جامعه رو در محیط خودشون به تصویر کشیده و این کار رو به زیبایی انجام داده. مجموعه کارهای پس تصویر دورانیه که خیلی وقت گذشته، اما در این حال تصویر عزم راسخ یک هنرمنده. هنرمندی که نه تنها بیان خاص هنری خودش رو خلق کرده، بلکه کارش آجری از دیوار مقاومته. پس اجتماع و همراهی و همزیستی مردم رو به عنوان استعاره‌ای از تلاش هنرمند برای بقا میگیره. چون بدون همبستگی سخت میشه در جامعه هنری آمریکای لاتین دوام آورد. رسیدیم به پایان برنامه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه‌های قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.